بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو یک بار دیگر طی اظهاراتی تأکید فرمودند که بر حاکمان اسلامی واجب است حقوق مردم را رعایت کنند و بین مردم عدالت و برابری را اجرا کنند صفحات مجازی دفتر مرجعیت شیعه روز گذشته سهشنبه بخشی از توصیه های معظم الله در این زمینه را منتشر کردند آیت الله شیرازی دامزلو فرمودند از حقوق واجب و تأکید شده در اسلام که بر عهده حاکمان است این است که بین مردم با عدالت رفتار کنند و مانند گذشتگان از بنی امیه و بنی عباس که سرکوب کننده ملت ها بودند نباشند معظم الله افزودند هدف از این سخن اسلام مورد خطاب قرار دادن حاکمان مسلمان است و نه دیگران ایشان در ادامه این پرسش را مطرح کردند چند نفر از این حاکمان اسلامی عدالت برقرار کردند و آیا به وظایف خود در برابر مسلمانان عمل کردند بزرگ مرجع جهان تشیع همچنین بر عمل به فریزه امر به معروف و نهی از منکر علیه رفتار و اقدامهای های حکومت ها در کشورهای اسلامی تاکید فرمودند حیات الله عظما صادق حسینی شیرازی دامزلو در ادامه به عظمت و اهمیت عمل کردن به این فریزه یعنی امر به معروف و نهی از منکر و نیز واقعیتی که بر عهده همگان است اشاره فرمودند و افزودند اهل بیت سلام الله علیهم به این فریزه عمل کردند و از سوی دشمنانشان در معرض کشته شدن و مسموم شدن قرار گرفتند و همه آن تنها به خاطر امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکام و سلاطین و ائمه ظلم و بودند در همین راستا گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمانهای حقوقی شیعه از واشنگتن و از ایشان پرسیدم بایدها و نبایدهای حاکمان اسلامی در نگاه آیت الله شیرازی را چگونه می‌بینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله العظما صادق شیرازی سالهای سال است که این موضوع را متذکر میشن ارتباط بین حاکم و مردم را به بهانه‌های مختلف متذکر میشن و از حکام دعوت میکنند که به سیره پیامبر اکرم و آقا امیر المؤمنان عمل بکنن سیره پیامبر اکرم خدمت کردن به مردم بود سیره امیر المؤمنین تحمل کردن مشکلات مردم بود و خدمت کردن یعنی زمان آقا امیر المؤمنین بیشتر ایشون تحمل مشکلات کردن تا زمان پیغمبر اکرم از جهت حکومتی نه از جهت دعوت به دین بنابراین حاکم حکم پدر رو داره پدر نباید و حق نداره که فرزندان خودش را به هیچ جور به هیچ نحوی از آنها در فشار قرار بده روایت داره پیغمبر اکرم فرمودن که مبادا کسی از شما فرزند خودش را با دست خودش به دوزخ بیاندازه سوال کردن یا رسول الله مگر میشه فرزند پدری فرزند خودش را به دوزخ بیاندازه حضرت فرمودن چیزی از اونها میخواهید که اونها نمیتوانن عمل بکنن یا عمل نمی کنن. این بدون معناست که حاکم همیشه باید حالت پدری خودش را حفظ بکنه همیشه باید مهربان و با محبت باشه نسبت به ملتی که در تحت فرمان او یا در منطقه او زندگی می کنن. ما حتی روایات داریم که درباره غیر مسلمان هم نباید اذیت بشه پیامبر اکرم فرمودن من آزاد ذمیین فقط آدانی یعنی اگر یک ذمی یک غیر مسلمانی که در پناه اسلام زندگی میکنه اگر او کسی او را اذیت کرد در واقع من رسول الله را اذیت کرده این فقط در مسئله روابط بین افراد نیست روابط بین حاکم و مردم هم هست پس در نتیجه همه باید در کنار حاکم خوب زندگی بکنن و حاکم باید اگر مشکلاتی هست تحمل بکنه از اینها بالاتر اینه که وقتی که حاکم اسم خودش را با اسم اسلام قرین قرار داد این باید مواظب باشه که آبروی اسلام را نبره حاکم اگر خودش را مسلمان قرار داد و گفت اطاعت من واجبه و باید مردم از من اطاعت بکنن باید بدانه که اون هم حق نداره نسبت به مردم ظلم بکنه یا زور بگه پس بنابراین حاکم وقتی که مسلمانی خودش را اصرار دارد و عمل میخواد بکنه و از مردم توقع داره که او را به عنوان یک حاکم اسلامی قبول بکنن باید آبروی اسلام را در نظر بگیره و اون چرا که مایه سعادت مسلمان ها هست اون چرا که مایه سعادت امت خودش هست اینها رو همه رو در نظر بگیره پس بنابراین آبروی اسلام یکی از مسائل بسیار بسیار مهم است که از امر به معروف و نهی از منکر هم بالاتر میره آبروی اسلام بسیار مهمه نباید حاکم مسلمان کاری بکند که مردم از اسلام زده بشن یا از هر حکمی از احکام اسلام زده بشن باید با مردم با رعفت و با محبت عمل کرد این رو هم اضافه بکنم یعنی از فرمایشات حضرت آیت الله العظم شیرازی هم استفاده میشه در اوقات متعدد که فرمودن و اون اینه که مبادا اسم اسلام رو یدک بکشیم و به اسلام عمل نکنیم اگر اسم اسلام رو یدک بکشیم و بهش عمل نکنیم این بزرگترین ضربه و اهانت به اسلامه امیدوارم ان حکام کشورهای اسلامی عبرت بگیرن و یه مقداری اقلا یه مقداری ولو در روز پنج دقیقه درباره سیره پیامبر اکرم و سیره امیر مؤمنان و برخورد این دو بزرگوار با موافق و مخالف بیشتر مطالعه بکنن فکر بکنن و بهش ان عمل بکنن خدا ان به همه توفیق عنایت بکنه